شکر خدا ارتحال ما برطرف شد، ما جهت شفاف سازی موضع همون عباس آقا به طور موفق و معید و منصور و پیروز برگشتیم، یعنی دارمت برو دارمت. آه پیغمبر فرمودن دخترم چی اینقدر گریه میکنی؟ صدا زد بابا این فرزندی که در رحم من است گاهی میگه انا الغریب، گاهی میگه انا الشهید، گاهی میگه انا العطشان. اتفاقا در همین مورد ما داشتیم در این لوازم و تحریر خودمون الان تحقیق میکردیم، دیدیم همین، یعنی اون موقع که سونوگرافی نبوده که برن با مادر و بچه هم دیگر ببینن صحبتی حرفی چیزی دارن، مثلا علم هم که اندازه الان پیشرفت نکرده بود بشینن با هم چت کنن، مثلا تو یاهو بشینن چت کنن، یا مثلا این الان طرف مثلا جنین تو شکم مادرش رو میره بالاترین لینک میذاره فیسبوک لایک میزنه، مثلا اموراتش اینجوری میگه 8-9 ماه حوصله آدم سر میره. این بود که اون موقع اینا با هم صحبت میکردن خیلی راحت، یعنی مستقیما بدون واسطه و ضمناً بدون فیلتر، چون اصلا رحم مادر خدایی هنوز فیلتر نشده، اینا با هم دیگه صحبت میکردن و دیگه فقط ما نفهمیدیم که این توی صحرای کربلا که آب رو به امام حسین بستن، یعنی این کفار نامرد پدرسگ اینا توی شکم مادر هم آب رو بسته بودن روی حضرت که فرمود انا عطشان، مستقیم گفت. تو خیلی هم باحال بود اینجوری با هم دیگه چت میکردن، ولی اینجوری صوتی وب میدادن به هم. ببینم این فرزند من وقتی به شهادت میرسد من که نیستم، فرزندم بابا هم که نداره، پس کی برای بچم عزاداری میکنه؟ نه خیر، ما هم بدتر از شما اصلا خبر نداریم، از ما هم سوال نکنید، موضوع غیر قابل شفاف سازیه که چجوری میشه بچه پدر نداشته باشه، اینو اصلا از ما سوال نکنید، ما خودمون در این مورد سوال داریم. منتها اینجاش مهمه که اگر بچه ای پدر نداشته باشه دیگه کسی نیست که براش عزاداری بکنه. ما در این مورد حتما تحقیقات و مطالعاتی خواهیم داشت و نتایجش رو در جزء همین تألیفات وزینمون به محضر مسلمانان جهان اطلاع رسانی انبوه میکنیم. رسول خدا فرمود دخترم فاطمه جان، در دوران آخر الزمان مردان و زنانی خواهند آمد که وقتی نام حسین تو برده میشود مانند مادر بچه مرده برای حسین گریه میکنه. آها آقا، اصلا همینجا مشکل حل شد. احیانا جنین های محترمی که الان پدر ندارن اصلا نگران نباشن، نگران مردنشون یعنی نباشن، به خاطر اینکه وقتی مردن اینها اون وقت در آخر زمان یعنی 2000-3000 سال دیگه یه عده پیدا میشن که به خاطر اینا میزنن تو سر کله خودشون. اینه که جنین های محترم بی پدر الان اصلا نگران نباشم، شکر خدا مشکل کاملا حل شد. رو ما اینو در چاپ‌های بعدی لوازم و تحریرم حتما باز به خدمت مسلمانان جهان شفاف‌سازی انبوه می‌کنیم. به خاطر اینکه دخترها زودتر به تکلیف بستن، چون دخترها در دوران از 12 سالگی تا 50-60 سالگی یه مشکلاتی دارن، هر ماهی چند روز نمیتونن نماز بخونن که اونا رو من جمع کردم تقریبا 10 سال میشه، یعنی از 12 سالگی میانگین تا 52 سالگی میانگین میشه 40 سال، 40 سال تو یک چهارم 40 سال نمیتونن نماز بخونن. بله، که شکر خدا علمای اسلام در هر موردی هم اگر همچین یه سپید و بم تأخیر فاز داشته باشن، در امور زنان و زایمان حساب کتابشون شکر خدا قشنگ تکمیله، یعنی نشست حساب کرد 10 سال از این ور 5 سال 40 سالش بشه، اینکه در چه سنی چه اتفاقی براش میفته، از چه سنی چه اتفاقی شروع میشه، تا کجا میره، چیکار میتونه بکنه، چیکار تکمیله، یعنی از این بابت شکر خدا علمای اسلام اصلا مشکلی که ندارن، هیچی قادر به صادرات فناوری هم هستن. رو همین حساب فکر نکنید شما چیزی رو، علمای عزیز، شما خیال کردید چی همین کتاب لوازم و تحریر ما تا همین این پاورقی تهش غیر از این بقیه همین مسائل زنان و زایمان، الباقی تمام کتاب‌های عموما اسلامی به همین شکل علمای اسلام ما توجه ویژه‌ای دارن. عرض می‌کنم حساب کتابشون تو این یه قلم جز تکمیل، یعنی مولا درزش نمیره، حساب می‌کنه در چه سنی چه جوری میشه، چیکار میشه کرد، ما چیکار هستیم، اون چیکار هستا. اینطوری الان متاسفانه بسیاری از کشورهای مثلا
دست دوم و سوم اینا میبینن که منتظرن که غرب چه خبر. آقا ما البته شهرونده میونه فرمایش ایشون با دمپای پریدین وسط، فقط توضیح این که این کشور دست دو و سه یعنی یه جورایی میدونین کره زمین برای اینا تو مایه‌های سمساریه، یه دست دو دست سه اینا به اون ور نگاه میکنن ببینن. این فقط توضیح گفتم سمسار. الان تمام مشکل مسیحیت که مال خودشون است اولا و سرریز مشکلات دامنگیر ما هم شد اینه که اینا یه امام ندارن. غرب تنها مشکل غرب اینه که اینا امام ندارن. آره مشکل همینه که اینا امام ندارن. حالا اونا چی فکر میکنن؟ اونا فکر میکنن مشکل ما اینه که اتفاقا امام داریم، یعنی یه امام داشتیم شکر خدا، یکی دیگه هم که الان داریم، یه چند تا ماهوارم که هواه. اینه اگر خداوند متعال مثل ما یک امام هم به این غرب میفرمود الان تمام مشکلات غرب حل شده بود. حالا اونا اگه از سر پدر سوختگی و نامردی معتقدن که اتفاقا مشکل ما همینه که امام داریم، ما دیگه جواب این حرفاشون رو نمیدیم، در طول تاریخ هم جوابشون رو ندادیم، خاموشی است. منتها ما برای حل این مشکل غرب، چون شکر خدا ما مشکل شرق رو کاملا حل کردیم، اینو دیگه چینی ها مفتی مفتی دارن میان برای ما کار میکنن، هندی ها مفتی مفتی نفتمون رو میگیرن، روسا مفتی مفتی، ما مشکل شرق حل کلا. اونا اصلا امام داشتن نداشتن مهم نیست، غرب که این کشورهای دست دو دست سه سمساریا بهش نگاه میکنه اون نباید مشکل داشته باشه. که ما برای حل این مشکل امام یک بسته پیشنهادی براشون فرستادیم که اتفاقا برخلاف سایر بسته های پیشنهادی ارسالی از طرف جمهوری اسلامی منفجر نشد و گفتیم که شما باید یک ستاد، یعنی یک دست به یک بسیج میلیونی بذاریم برای این ما، برای کشف و احداث امامزاده، که احیانا اگه ابزار و ادواتش هم اگه مشکل کماکست تو این زمینه داشتیم، یعنی خود ما دست کنیم تو همین جیبمون، نه این جیبمون، همینجا ما همه چی برای کلن کشف و احداث امامزاده داریم. فقط دقت بفرمایید که بعد از احداث امامزاده حتما یه صندوقی چیزی باید توش باشه که مسلمانان و نامسلمانان جهان و غربی های مشکل دارون تو وول بندازن و نخ ببندن، احیانا زیدبازی چیزی هم خواستن بکنن همونجا قرارمدار، یا اینکه کلا میشه به عنوان مکان هم ازش استفاده کرد، چون همینجا هست دیگه، ما داریم میبینیم در مملکت خودمون. احیانا هست که این مشکل داشتن این شکلی امامزاده احداثش، خب امامزاده بابا میخواد مشکل امام غرب حل میشه و اون وقت این حل بشه مشکل اون کشورهای سمساری هم حل میشه. به همین راحتی موضع غرب شفاف شد رفت کارش. بنابراین و سلام علی من اتبع ال... چه خبر رسیم دو سه هفته نه هدهمدا کی چه خبر. اینک ندارم بس اینکه اشتباه نخونم. میفرمایم که ببخشید الان یه دقیقه نظم بخونم. اگر چنین است چه راهکارهایی میتواند جنبش سبز را به عنوان یک جنبش مدنی ضد خشونت و حرکتی در چارچوب موازین فعالیت مدنی این جنبش جنبش سبز را از مقابله خشونت‌آمیز و کور در برابر حاکمیتی که آماده سرکوب خشن آن است برخوردار دارد؟ نقطه علامت سوال.